بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر. در مورد کلاس ها و کارگاه های اپیدمیولوژی بالینی در خدمت شما هستم. شماره 20. افراد مبتلا به نوروز وسواس، نوروز اون حالات روحی که البته دیوانگی نیست، جنون نیست، ولی اختلال روحی روانیه. افراد وسواسی، منتها به وسواس و استراب و اینا میگن نوروز. افراد مبتلا به نوروز وسواس آیا دچار حساسیت بالایی هستند یا ویژگی بالا؟ ببینید، حساسیت و ویژگی را کشوندیم به مسائل اجتماعی، به مسائل روحی روانی. جواب چیه خانم مهندس؟ حساسیت بالا. بله، اینا افراد حساسی هستند. حساسیتشون خیلی بالاست. آخه حساسیت خیلی بالا هم فقط به درد غربالگری میخوره، ممکنه که در زندگی انسانی گاهی مضرم واقع بشه. طرف رفته وضو گرفته، اومده داخل اتاق، میخواد وارد اتاق بشه، دستگیره در رو هم با آرنجش یا با لباسش لمس میکنه، ولی میاد داخل اتاق، برمیگرده میره دو مرتبه وضو میگیره. میگن چرا دوباره وضو گرفتی؟ میگه احساس کردم که دستم خورد به دستگیره در، دو مرتبه وضو گرفتم. خب این میشه نوروز. این دیگه اون حساسیتی نیست که بگیم در یه حدیه که به درد غربالگری میکنه. خب خوبه که آدم حساس باشه، بیخیال نباشه. این چون بیش از حد جنبه بیماری به خودش میگیره، نوروز وسواس به حساب میاد. بله، حساسیت بالا هست. سوال 21. افراد خوشخیال آیا دچار حساسیت بالایی هستن یا ویژگی بالا؟ ویژگی بالا، چون دیگه براشون چیزی مهم نیست، یعنی به همه چی با دید مثبت نگاه میکنن، پس نباید خیلی حساس باشن ویژگیشون. خب کاش ویژگیشون بالا بود. خوبه، خوب کاری کردید این جواب الان دادید. انتظار میرفت همین جوابم بدید. ولی این هم من میخوام بگم، پیام این سوال 21 اینه که اگر حساسیتی بالا نیست، دلیل نمیشه که ویژگی بالا باشه. ممکنه هیچ کدومشون بالا نباشه. در اینجا هم جواب همینه. در اینی که چنین افرادی از حساسیت بالایی برخوردار نیستن شکی وجود نداره، ولی دلیلی نداره که بگیم چون حساسیتشون بالا نیست پس ویژگیشون بالاست. شاید ویژگیشون هم پایین باشه. پیام این سوال این بود. بعضی از سوالات دوستان باید خودشون با خودشون خلوت بکنند و بیشتر روش فکر بکنند تا اینکه جا بیفته براشون. سوال 22. رأی و نظر یک پرستار با تجربه ارزش اخباری مثبت بالاتری دارد یا کم تجربه؟ پرستار پر تجربه. چرا؟ اینجا تجربه رو شما به چی تشبیه میکنید که اثر گذاشته روی ارزش اخباری مثبت و اونا بالا برده؟ دو عامل رو گفتیم اثر گذاره. اینجا کدوم یکی از اون دوتا عامل اثر گذاشته؟ کسی که تجربهش بیشتره، یعنی نظری که داره میگیره درستره، بیشتر درسته. چرا بیشتر درسته؟ اصلا تجربه بالاتر یعنی چه؟ یعنی شیوع بالاتر یا شیوع پایینتر؟ ها، تجربه یعنی چه؟ تجربه یه چیزی دیگه برای خودش. پایینترش یعنی شیوع پایینتر. شیوع یه سری اطلاعات در مغز بنده پایینتره، یعنی نسبت به اون تجربه ندارم. وقتی شیوع اون اطلاعات رفت بالاتر، حالا این اطلاعات ممکنه یک کار عملی باشه، ممکنه که یک مسئله علمی تئوریک باشه. شیوع که بره بالاتر یعنی تجربه من رفته بالاتر. از طرفی یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش اخباری مثبت شیوع بالا بود. ببینید تا نزدیکاش شما جلو رفتی. سوال کوتاهیه، دوباره تکرارش میکنی. رأی و نظر یک پرستار با تجربه ارزش اخباری مثبت بالاتری دارد یا کم تجربه؟ کلید جواب اینجور سوالات چیه؟ میگیم عوامل اثرگذار روی ارزش اخباری دو تا بیشتر نیستن، یکی حساسیت بالا، یکی دیگه شیوع بالا. در اینجا آیا پرستاری که با تجربه تره حساسیتش بالاتره یا شیوع اطلاعات و تجربه در مغزش افزایش پیدا کرده و بیشتره؟ شیوع بیشتره و شیوع بیشتر روی ارزش اخباری مثبت اثر گذاشته و بالاتر رفته. بذارید من مثال بالینی براتون بزنم. استاد من آقای دکتر ساغری که خوشبختانه در قید حیات هستن، همین الان هم اگر 100 تا بیمار مبتلا به تیفوید را ببینن، انتظار میره که 70-80 تای اونها را تجربتاً با همون اطلاعات بالینی و اپیدمیولوژیک
تشخیص تیفوئید براشون بگذارم. بنده به عنوان نسل بعد از ایشون و یکی از شاگردایشون حتی در این سن انتظار نمیره به اندازه استاد ساغری بتونم 70-80% اینها را در همون بررسی اول تشخیص بدم. چه فرقی بین من و استادم هست؟ ایشون تجربهش بالاتره، چندین برابر بنده تا اون سنی که الان هستند بیمار دیدن. چون تجربهشون بالاتره ارزش اخباری مثبتشون هم بالاتره. گفتیم چه عاملی اثر گذاره؟ شیوع بیشتر. اینجا شیوع اطلاعات بیشتر، شیوع تجربه بیشتر. اینم از اون سوالاتی که ظاهرش ساده است ولی باید روش فکر کرد. سوال 23، نه واقعی نشان دهنده نگاتیو پردیکتیو ولیو چند درصد است؟ نه واقعی میدونید یعنی چه؟ یعنی هر چی که در صورت و مخرج داریم واقعیه. خب یعنی 100 تا نه در صورت داریم، همون 100 تا نه هم در مخرج کسر NPV داریم. 100 تقسیم بر 100 ضرب در 100 میشه 100 درصد. دیدی چقدر آسونه؟ چرا سری جا نمیفته اینا؟ به خاطر اینکه تا میگیم نگاتیو پردیکتیو ولیو به یاد آزمایش و آزمایشگاه باور نکرده ایم هنوز که اینا تو زندگی ما، تو همین صحبت کردن ما، توی همین گوش کردنمونه، تو همین درس خوندنمون و امتحان دادنمون هستن و دخالت دارن. نه واقعی نشان دهنده نگاتیو پردیکتیو ولیو 100 درصد. بله واقعی چی؟ این هم مشابه بالا میشه 100 درصد. باریکلا. یعنی تمام مثبت های ما مثبت واقعی هستند. اون چیزی که در صورت قرار میگیره مساوی اون چیزیه که در مخرج قرار میگیره. با یه ضریب 100 میشه 100 درصد. اونجایی که در یکی از دعاها، دعای سحر هستش، خطاب به خداوند در کمال خضوع و خشوع میگیم کل نورک نیر، ای صاحب تمامی انوار، ای نورانی ترین نورها، ای که همه نورهایت پر نورترین نورها هستن، کل نور کنیر بلا استثناء تمامی انوارت به طور تمام عیار روشنی بخش هستن. و در جای دیگه میگیم کل جمال که جمیل، تمامی جلوه های جمالت بلا استثناء یکی زیباتر از دیگری و در نهایت زیبایی هستن. تمامی جلوه های جمالت زیباست. در چنین دعایی داریم از حساسیت بالا صحبت میکنیم و میگیم که این صفت در خداوند از حساسیت بالایی برخورداره یا ویژگی بالاتری برخورداره. و در اونجایی که صحبت از یگانگی خداوند میکنیم و با تمامی وجود بر یگانگی خداوند شهادت میدیم، در اونجا چطور؟ داریم از حساسیت صحبت میکنیم یا از ویژگی؟ یا گاهی این سوالات غلط اندازه، یا از پوزیتیو پردیکتیو ولیو یا از نگاتیو پردیکتیو ولیو. کل نورک نیر، صورت 100%، مخرج 100%، صورت 100% پر نوره، مخرج 100% پر نور هست در این کسر پوزیتیو پردیکتیو ولیو، درسته؟ کل نوره که نیه، یعنی ای خدایی که ارزش اخباری نورانیتت 100% است، ای خدایی که ارزش اخباری زیبایی جلوه های جمالت 100% است، ارزش اخباری مثبت، ای خدایی که در یگانگیت شکی وجود نداره. یعنی من با چنان اطمینانی بیان میکنم، یعنی اطمینان 100% بالاتر 100% نداریم، که این اطمینان 100% مثبت واقعی است. در صورت 100، در مخرج هم 100 و نتیجه نهایی هم پوزیتیو پردیکتیو ولیو 100%. اینم میشه پوزیتیو پردیکتیو ولیو. سوال غلط اندازه. چون اینجا چی پرسیدیم؟ گفتیم از حساسیت بالایی برخورداره یا ویژگی. اینجا خودتون هستی که باید بگید در این سوال ایرادی وارده. اینجا بهتر بود می نوشتیم که پوزیتیو پردیکتیو ولیو یا نگاتیو پردیکتیو ولیو. اینم سوال 20. سوال 26، در صورتی که در یکی از دستگاه های بررسی بیوشیمیایی خون افراد سالم یا بیمار، بسیاری از بیماران را سالم، ببینید یکی از دستگاه هایی که ما داریم بررسی بیوشیمیایی میکنیم روی خون بیماران، چه اتفاقی در این دستگاه میفته؟ بسیاری از بیماران را سالم نشون میده و بسیاری از افراد سالم را این دستگاه بیمار نشون میده. به نظر شما حدود حساسیت و ویژگی و ارزش های اخباری مثبت و منفی این
دستگاه چقدره؟ ارزش اخباری مثبت من پایینه. بخاطر اینکه نداره، آره پایین میشه، ولی حساسیت و ویژگی رو نمیدونم. ببینید ما حساسیت چجوری در یک آزمون بررسی میکنیم؟ میگیم مثبت های واقعی در جمعیت بیماران. این بیان سادش، یعنی مخرج کسر را بیماران واقعی که مثلا با کشت مثبت ما مطمئنیم که بیماران تشکیل میده، مثلا همین کووید 19 رو شما در نظر بگیرید، در یک تستی که با کشت انجام شده در 100% موارد که اینجا مخرج کسر را نشون میده، اون کشت در 100% این بیماران مثبت. ولی وقتی پی سی آر انجام میدیم که در صورتی که از قرار میگیره میبینیم شد 70، یعنی 70 نفر از این بیماران که بیمار واقعی هستن، 70 نفر از این 100 نفر را این تست ما میتونه نشون بده، 30 تاشون را نمیتونه به درستی نشون بده. این میشه حساسیت. پس حساسیت را در بیماران بررسی میکنیم، در حالی که ویژگی را در افراد سالم بررسی میکنیم. باز اینم بیان ساده هستش. بنابراین اینجایی که میگیم یک دستگاهی سالم را بیمار نشون میده، یعنی ویژگیش خیلی پایینه. همین دستگاه بیمار را سالم نشون میده، یعنی صورتی که از خیلی کوچکتر از مخرج کسره، یعنی حساسیتش پایینه. و یک آزمونی که هم حساسیتش پایین باشه هم ویژگیش پایین باشه، قاطعانه میتونیم قضاوت کنیم که ارزش‌های اخباریش هم چه مثبت و چه منفی در حد پایینی قرار داره. من باز یه مثال زنده میزنم برات. یکی از مدیرانی که کار اصلیش بهداشت محیطه و برای پایان نامه مراجعه کرده بود، میگفت من روی دستگاه شوری سنج میخوام کار کنم. گفتم دستگاه شوری سنج چیه؟ گفتن ما بهداشت محیطی ها یکی از کارامون اینه که میریم توی نونوایی ها، مثلا چند لقمه از چند تا قرص نان یا اصلا چند تا قرص نان را برمیداریم میبریم تو آزمایشگاه و از نظر میزان نمک مجاز یا بالاتر یا کمتر بودن اون بررسی میکنیم. و گفت من روی همچی دستگاهی میخوام کار بکنم، ببینم حساسیت و ویژگی و ارزش‌های اخباری چگونه است، یعنی ارزش تشخیصی چنین دستگاهی رو میخوام بررسی کنم. گفتم خب این که خیلی طول میکشه که. حالا یک فردی بود که زمان زیادی هم نداشت. گفت خوشبختانه اطلاعات رو ما ثبت کردیم. گفتم خیلی خوب، وارد همون سافر اپی اینفو کنید که موقعی که اینجا بودید کلاس حضوری براتون گذاشتیم، یه 100 موردش رو وارد کنید و نتیجه رو به من بگید. شاید مثلا یک هفته بعد بود، هنوز تصاویر دیدم با اپی اینفو که محاسبه کردم، حساسیت این تست 25%، حساسیت 25%، یعنی از هر 4 قرص نان شوری که بررسی کردن، این شوری سنج فقط 1 قرص نان شور را تونسته تشخیص بده. ویژگی حدود 26-27%، یعنی اونجایی که شوری وجود نداشتم در اغلب موارد این تست نشون داده که شوری وجود دارد. حساسیت پایین، ویژگی پایین. پوزیتیو پردیکتیو ولیو و نگاتیو پردیکتیو ولیو هم خلوهش 50، یعنی خیلی پایین. این مثال دقیقا مصداق همون پایان‌نامه‌ای که ایشون می‌خواست انجام بدن. چیزی که من بهشون گفتم، گفتم با مسئولین مرکزتون صحبت کنید، بگید که این شوری سنج رو شما از کجا دارید تهیه میکنید، از کجا دارید خریداری میکنید. اگه همیشه کیفیتش اینقدر پایین بوده، شما سرمایه رو تلف کردید تا حالا. این شوری سنج نیست که، این داره همش اطلاعات غلط در اختیار شما میذاره. و اگر شما در یک جایی مثلا میزان شوری را در یک حدی تشخیص میدید که قابل اغمازه، چه بسا کلیه نونهایی که در اون نونوایی تولید میشه شوریش بیش از حد مجاز باشه، و چه بسا تا به حال باعث بیماری عده کثیری شده باشه یا افزایش فشار خون در کسانی که فشار خون بالایی داشتن. پس ببینید دونستن اینها چقدر کاربردیه و چقدر به درد ما میخوره در عمل. سوال 27، اگر آزمونی که در یک جمعیت کاملا بیمار انجام شده است منفی کاذب نداشته باشد و تمامی جوابهای اون مثبت قطعی در نظر گرفته شود، در ارزیابی اون با کدوم یک از پاسخهای زیر مواجه خواهید شد؟ حساسیت چنین آزمونی 100%، یا ویژگی 100%، یا ارزش اخباری منفیش، یا ارزش اخباری مثبتش؟ سوال مشخصه؟ ارزش اخباری مثبت.
چون که همش مثبت قطعی هم میدونم. میخوای سطر اول یه دور دیگه نگاه کنی؟ آزمونی که در یک جمعیت کاملاً بیمار انجام شده است. یه پیام مهم توی این سوال هست که قبلاً هم بهش اشاره کردم. اصلا آدم سالم نداریم کلاً، فقط نداریم که اینجا بتونیم مقایسه کنیم و اینها. فقط رو بیماران انجام شده. پس میشه حساسیت. اصلاً ببین یه ذره که شما فکر کنید خوب میتونید جواب بدید. دوستانمونم در اون سوی فضا هم قطعاً با این توضیحی که الان دادید براشون جا افتاد. من تکرار میکنم جمله کلیدی را که چند لحظه قبل بهش اشاره کردم. اگر ما یه جمعیت کاملا بیماری را داشته باشیم، فقط به فقط میتونیم حساسیت یک آزمون را روی اونها بررسی کنیم، ویژگی را نمیتونیم بررسی کنیم. و چون جز حساسیت چیز دیگری را نمیتونیم بررسی کنیم، مسلما ارزش‌های اخباری هم در چنین افرادی قابل اندازه‌گیری نیست. ما اینجور مطالعات را در یک جمعیتی انجام میدیم که هم افراد سالم در چنین جمعیتی هست و هم افراد غیر سالم. در اینجا مطالعه روی افراد کاملا بیمار انجام شده. مثلا اگه 250 نفر بودن، هر 250 تاشون بیمار بودن. فقط ما اینجا میتونیم حساسیت رو به دست بیاریم. و چون داره میگه که همه اینها مثبت واقعی بودن، یعنی اگه کشت مثبتی داشتن، تستشون هم در همون مواردی که در مخرج بوده در صورت هم به همون تعداد مثبت شده، میشه 100%. حساسیت 100%، نه ویژگی، نه ارزش‌های اخباری. در یکی از همه‌گیری‌های ناشی از مسمومیت غذایی که در یکی از پادگان‌ها رخ داده، ریلیتیو ریسک مساوی با 6 و دامنه اطمینان بین 9/10، اینجا ممیز جابجا شده. 9/10 حد پایین، 2 حد بالا. چون وقتی صحبت از کانفیدنس اینتروال میکنیم، حد پایین و بالا داره کانفیدنس اینتروال یا دامنه اطمینان. حد پایین در اینجا 9/10، حد بالا 2 هستش. و پی ولیوی 2/10، یعنی بیشتر از 0.05، 2/10 یعنی 0.20 دیگه، درسته؟ یه همچین اطلاعاتی به دست اومده. فرض کنید همون مثالایی که امروز صبح زدیم، یه عده یخ توی آب ریخته بودن مصرف کرده بودن، یه عده آب جوشیده، یه عده آب تانکر و قصه الهازا. ریلیتیو ریسک در بعضی از اونها بالا بود. در اونجا صحبت دامنه اطمینان نکردیم چون در جلسات آینده انشالله باید روش صحبت کنیم، ولی اینجا بگیم که روی این موضوعات هم در جلسات بعد میخوایم صحبت بکنیم. در اینجا چی از ما میپرسه؟ میپرسه که در این جمعیت چه اتفاقی افتاده؟ یعنی کدوم یک از این مجموعه جوابها درسته؟ چون هر کدوم از جوابهای الف تا جیم یه مجموعه هستن دیگه. آیا با یک همبستگی مثبت مواجهیم یا منفی؟ اینجا ما باید تعریف همبستگی مثبت و منفی و عدم همبستگی رو بدونیم. اونجایی که ریلیتیو ریسک رو میخواییم به دست بیاریم، اگه یادتون باشه، میایم میزان حمله در تماس یافتگان رو در صورت کسر قرار میدیم، میزان حمله در تماس نیافتگان رو در مخرج کسر، و اون چه که به دست میاد ریلیتیو ریسک نامیده میشه. و در اینجا چون 6 به دست اومده، میگیم این ماده غذایی که مصرف شده در کسانی که مصرف کردن 6 برابر اونهایی که مصرف نکرده اند باعث ایجاد بیماری شده. چون بالاتر از 1 میگیم همبستگی مثبت. حالا اگه کمتر از 1 بود، یعنی عدد اعشاری بود، میگفتیم همبستگی منفی. اگر مساوی با 1 بود، چون صورت و مخرج کسر را مساوی باید در نظر میگرفتیم، میگفتیم عدم همبستگی. این تفسیر ریلیتیو ریسک در واقع. پس در این قسمت الف، در اینی که با همبستگی مثبت مواجهیم شکی وجود نداره. قسمت دوم همین جواب الف رو ببینیم، قابل تعمیم به کل جامعه مورد مطالعه و معنی دار. این معنی داره؟ پی ولیوش کمتر از 500 نیست. پس معنی دار نیست. پس جواب الف درست نیست. جواب ب، همبستگی مثبت درسته، قابل تعمیم به نمونه مورد مطالعه و معنی دار. باز میگه معنی دار میتونه این جواب باشه؟ نه. جواب غلطه. میریم سراغ جواب جیم. همبستگی منفی نیست که، جلوتر نمیریم، همبستگیمون مثبته. میریم سراغ دال، همبستگی مثبت درسته،
قابل تعمیم به نمونه مورد مطالعه، یعنی اونجایی که همبستگی کاملا مثبت یا کاملا منفی باشه ولی آزمون معنیداری معنیدار نباشه، و یا کانفیدنس اینتروال اصطلاحا میگیم یک را شامل شود، یک را شامل بشود، میگیم که چنین همبستگی وجود داره، شکی نیست، حالا چه منفیه و چه مثبت، ولی قابل تعمیم به یک جمعیت بزرگی نیست، تنها قابل تعمیم به اون حجم نمونه‌ایه که ما محاسبه کردیم. برمیگردیم به صورت مسئله، این درسته، یه واقعیتیه که اونایی که ما مورد بررسی قرار دادیم و از این قضایه به خصوص استفاده کرده بودن 6 برابر اونایی که مصرف نکرده بودن مبتلا شدن، ولی حجم نمونه به احتمال زیاد اونقدر کم بوده که وقتی در یک جمعیت بزرگتر میخوایم بررسی کنیم دیگه جوابگو نیست. به همین دلیل هستش که پی ولیو بزرگتر از 500 شده، درسته؟ و به همین دلیل هستش که کانفیدنس اینتروال یا دامنه اطمینان 1 را شامل میشود، یعنی بین 0.9 تا 2 جای عدد 1 خالی است. وقتی خالی باشد میگیم که 1 را شامل میشود، به انگلیسی میگن include one، یعنی 1 را شامل میشود. اینم حالا یه نمونه بود، ما اونقدر از این تمرینا انجام میدیم و از این مسئله های اینجوری حل میکنیم که انشاءالله به طور کامل برای همه تون جا بیفته. سوال 29، در یکی از همگیری های ناشی از مسمومیت غذایی که در یکی از رستوران های بین شهری رخ داده، odds ratio مساوی 9، دامنه اطمینان که همون confidence interval بین 1 تا 12 و پی ولیو حدود 200، یعنی کمتر از 500 به دست اومده، این مطالعه کدوم یک از تفاسیر زیر را نشان میده؟ باز در درجه اول باید ببینیم همبستگی مثبت بوده یا منفی. از ریشیو اینجا چنده؟ 9، همبستگی مثبت. احسن، چون گفتیم که از ریشیو تخمینی از ریلیتیو ریسک، صبح گفتیم در یک مطالعه کیس کنترل، پس این چون مطالعه کیس کنترل بوده ریلیتیو ریسک به دست نیامده، از ریشیو به دست اومده. خوشبختانه تفسیر ریلیتیو ریسک و از ریشیو دقیقا مثل همه، یعنی اینجا هم میگیم همبستگی مثبت، همبستگی منفی و عدم همبستگی. چون بزرگتر از 1 بوده همبستگی مثبت، تا اینجاش درست. قابل تعمیم به کل جامعه مورد مطالعه، با توجه به اینکه معنیدار هست میتونه قابل تعمیم باشه. از زاویه دامنه اطمینان نگاه میکنی، با توجه به اینکه 1 را شامل نمیشود، یعنی جای 1 خالی نیست بین حد پایین و حد بالا، جای 1 خالیه، خود 1 اینجاست، آخه اومده بودن آرا رو شمرده بودن تو مجلس، گفته بودن که آقای مدرس هیچ رأی نبرد، ها میشه میگه ببخشید پس یه دونه رأی خودم چی، من خودم یه رأی به خودم دادم، این یه باقی تاریخ، این 1 اینجاست الان، اگه ما بگیم 1 جاش خالیه اینجا، میگه پس من چی کارم اینجا، من خودم اینجام، شما میگید جای من خالیه، جای من خالی نیست. و وقتی جای 1 بین حد پایین و بالا خالی نباشه یا اصطلاحاً 1 را شامل نشود، درست مثل اینه که پی ولیو کمتر از 500مه. اینو شما بدونید که در هر مطالعه‌ای که ریلیتیو ریسک و odds ratio را به شما دادن ولی پرانتز باز کردن و دامنه اطمینان را نوشتن، صحبتی از پی ولیو نیست، از زاویه دامنه اطمینان نگاه بکنید ببینید که آیا این odds ratio یا relative risk واقعیه و قابل تعمیم به کل افراد جامعه هست یا نیست. اگر دیدید که معنی دار هست یا relative risk 1 را شامل نمی شود، قاطعانه میتونید بگید که قابل تعمیم به کل جامعه، معنی دارم که هست. ما میتونستیم پی اینجا ننویسیم. پس جواب ما در پاسخ الف. این سوالاتی رو که به انگلیسی هستش و من زمینش را زرد رنگ کردم، اینا را انشالله دوستان نگاه میکنن و اگه قرار باشه که از همین سیستم استفاده بکنیم که راحتتر هم میشه تماس برقرار کرد، چه بسا مثلا به اسم بگیم این سوال فلان خانم مهندس یا آقای مهندس جواب بده، پس اونا را من گذاشتم پشت سر. حتی سوالاتی را که به رنگ سبز
درآوردم چون محاسبه دارن، یعنی الان باید اون سفر رو داشته باشیم، این اعداد و ارقام رو به خورد اون سفر بدیم، واردش بکنیم و بعد ببینیم که مثلا حالا همبستگی چگونه است و چطوری محاسبه میشه و قضاوت بکنیم. این سوالاتی رو هم که به رنگ سبز تایپ شده اینا رو هم فعلا جواب نمیدیم تا بعدا ببینیم چیکار باید بکنیم. حتی این سوال 39 که به صورت زیرخط داره، اینا رو حساب شده من یا رنگش رو عوض کردم یا زیرخط داره. میرسیم به سوال 41. طی مطالعه‌ای در محور مرکز به جنوب کشور مشخص شده که 90% جرایم رانندگی مربوط به تخلفات رانندگی مردانه و 10% اون مربوط به تخلفات رانندگی خانم هاست. در صورت صحت این گزارش چه ایرادی به این گزارش وارده؟ شاید تعداد رانندهایی که بررسی کردم بیشترشون آقا بودن، خانم‌ها کمتر بودن، که تخلفات هم بیشتر مربوط به آقایون شد. دقیقاً همینه. در فلسفه به این میگن سفسطه. طرف میخواد مثلا یک مسئله غلطی را سریعا تحمیل بکنه به یه عده‌ای که مخاطب هستن، سریعا یک مطلب اینطوری را میگه، بعدم میگه دیدید مثلا در خانوم ها شایع تره یا مثلا در آقایون شایع تر هستش، در آقایون بیشتر اتفاق افتاده. نه، زمانی ما میتونیم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم که یا مخرج کسر مساوی باشن، یعنی اگه 100 تا راننده مرد رو در نظر گرفتیم با 100 تا راننده زن مقایسه بکنیم، یا به گونه دیگه برنامه ریزی کرده باشیم. چنین ایرادی بر این جواب و بر این مطالعه وارد. سوال 42. طی مطالعه در محور مرکز به جنوب کشور مشخص شده که از 200 راننده زن فقط 10 نفر مرتکب تخلفات رانندگی شدند، در حالی که در همون شرایط از 10,000 نفر راننده مرد 1,000 نفر مرتکب تخلف گردیده و جریمه شدند و به عبارت دیگر در 1,010 مورد جریمه فقط 10 مورد اون مربوط به خانم ها بوده. نسبت تخلفات مردان چند برابر زنان است؟ باید تقسیم کنیم، 1,000 تقسیم بر 10,000 میشه 10 تقسیم بر 200. نیازی نیست من و شما الان محاسبه کنیم. همینی که گفتید باید محاسبه کنیم و تقسیم کنیم، همین کفایت میکنه. همینی که برنگشتید بگید که صورت این مسئله هم مثل صورت مسئله قبلی یا سوال قبلی ایراد داره، همین کفایت میکنه. چرا؟ اینجا نسبت خواستیم. نسبت تخلفات مردان چند برابر زنان است؟ در یه نگاه نمیشه، باید محاسبه کنیم. پس ایرادی به صورت مسئله نیست، با یه محاسبه ساده نسبت رو مشخص میکنیم. درسته؟ سوال 43. بررسی اپیدمیولوژیک، بالینی و پاراکلینیکی بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم تهران در سال 1399 چه نوع مطالعه هست؟ توصیفی، مقطعی، کراس سکشنال. این کراس سکشناله. حالا اگر بخواییم پارامترهای مختلف یا به عبارت صحیح‌تر متغیرهای مختلف را هم با همدیگه مقایسه بکنیم و اثرگذاریشون روی همدیگه یا روی بعضی از خصوصیات بیماری بخوایم بسنجیم، یک کارلیشنال هم میتونیم اولش اضافه کنیم. کارلیشنال دیسکریپتیو استادی، یعنی توصیفی همبستگی. توصیفی همبستگی اونم میشه کن. شماره 44. گزارش 4 مورد ارکیت بروسلایی در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران چه نوع مطالعه‌ایه؟ اینم تعداد محدوده، بعدش کیس ریپورت. اصلا اینم کیس ریپورته، نمونهشو داشتیم در سوالات قبل. سوال 45. گزارش 1 مورد کوری ناگهانی ناشی از تب مالت یا بروسلوز در پسر 16 ساله کرمانشاهی چه نوع مطالعه‌ای است؟ کیس ریپورت. اینم کیس ریپورته. این ریل کیسه، کیس واقعیه. زمانی که من در کرمانشاه بودم یه همچه اتفاقی دیدیم افتاد. یه فردی اومده ادعا که من شب خوابیدم، امروز صبح پا شدم چشمم برم کرده بوده، الان که بعد از ظهره و مراجعه کردم چشمم اصلا نمیبینه. که بررسی هایی که از نظر چشم پزشکی اینها شد، مشخص شد که دکلمان رتین بهش میگیم، یعنی جدا شدن اون داخلی ترین لایه چشم
از جای خودش، یا گاهی اون عصب بینایی ممکنه در تب مال آسیب ببینه. این یه ریل کیس بود. سوال 46، بررسی تأثیر بهدانه بر گلودرد تیفویدی در بیماران مبتلا به تیفوید بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضای مشهد چه نوع مطالعه‌ای؟ کارآزمایی بالینی. یعنی این همه ایرادی که به طب سنتی و اینها میگیرن، اینها باید تا میتونن کارآزمایی بالینی انجام بده. اون ادعاهایی که در مورد ترنجبین و استخ و دوس و نمیدونم گلگاو زبان و اینها شده، اینها رو بیان و در کارآزمایی بالینی بیازماین و مشخص بکنن و اعلام بکنن تا اینکه هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه. بنابراین چه لعاب بهدانه و چه فرض کنید فلان محلول قرقره‌ای که حالا مثلا برای بعضی از گلودردها هست، وقتی روی اون داریم کار میکنیم این میشه کارآزمایی بالینی. درسته. سوال 47، بررسی مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی در بیماران بستری در بیمارستان لبافی نژاد تهران طی سالهای 1381 تا 87 شمسی چه نوع مطالعه ایه؟ توصیفی مقطعیه. ببینید با تغییر مثالها آدم میره توی فکر. چندین مثال برای توصیفی مقطعی داشتی. یه وقت فقط موارد مرگ رو بررسی میکنی، یه وقت فقط محدوده سنی رو بررسی میکنی، یه موقع است فقط یافته های بالینی رو بررسی میکنی، یه موقع است که هم یافته های بالینی هم خصوصیات اپیدمیولوژی هم تغییرات پاراکلینیکی رو در یک مقطع زمانی بررسی میکنی. همه اینها میشن مطالعه چی؟ توصیفی مقطعی. اینم توصیفی مقطعیه. ما مداخله ای نمیکنی که بخوایم بگیم کوهورت یا فلانه یا الاخ. سوال 48، بررسی تأثیر کمپوت هلو بر یبوست ناشی از تیفوئید در بیماران بستری در بخش‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تبریز چه نوع مطالعه‌ایه؟ کارآزمایی بالینی. خوبه. شما میگی که تخصص توی کارآزمایی بالینیه. تمام این کارآزمایی بالینی که تا اینجا گفتید درست بوده. مثبت‌های واقعی درست بوده. اونقدر تو این قضیه هستید که بعضی از اونایی هم که نبوده باز گفتید کارآزمایی بالینی. این کارآزمایی بالینیه. چه فرقی بین کمپوت هلو و فلان ملین؟ یه نکته هم من اینجا خدمت شما بگم، اگه صحبت از تیفوئید هست، تیفوئید یا تب روده یه زمانی در ایران خیلی شایع بود، الان هم وجود داره و تب در این بیماران به قدری شدیده که زبان کاملا خشک میشه، میگن زبان خشک کبابی، مثل اون قسمتی از کباب که اونقدر حرارت دیده که تقریبا نیمسوز شده و حلق اینها به قدری خشک میشه که حتی آب رو هم اگر میخوان قورت بدن احساس گلودرد میکنن. جالبه که اون لعاب بهدانه که من اشاره کردم وقتی به خورد اینها داده بشه درست مثل گریسکاری یک ولبرنگیه که زنگ زده و قشقش صدا میکنه. خب چرا روی این چیزها کار نشه؟ اینا طب سنتی ما هستش و در واقع پزشکی نیاکانمونه. یا اونهایی که دچار تیفوئید هستن چون اسمش تب روده است و روده ها گرفتار میشه، گاهی جدار روده ها به قدری نازک میشه که اون حرکات دودی خود روده چه بسا بتونه باعث پارگی روده بشه، ولی از طرفی چنین اتفاقی نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه به طور واکنشی و بدون اینکه ما در اون دخالتی داشته باشیم شدت و قدرت حرکات دودی کاهش پیدا میکنه. به عبارت دیگه اون حرکات در روده یا کمتر یا ضعیفتر صورت میگیره. این موضوع باعث ایجاد یبوست شدید در اینها میشه. ما اگر بیایم و این یبوست شدید را با ملین بخوایم علاج بکنیم، ملین باعث افزایش شدت و قدرت امواج دودی یا حرکات پریستالتیک میشه و چه بسا باعث پارگی روده بشه. ولی اگر متوسل به کمپوت انجیر یا آب انجیر یا کمپوت هلو یا میوه های دیگری بشیم که میتونن لینت مزاج ایجاد بکنن، مشکل حل میشه. البته مبادا به سراغ سبزیجات بریم برای رفع چنین یبوست هایی، چون سبزیجات در این حال که حجم محتویات روده را افزایش میدن ولی منجر به نفخ شکم هم میشن. خود اون نفخ شکم چه بسا باعث پارگی روده بشه در این زمینه، ولی کمپوت هلو چنین ضرری را
نخواهد داشت. سوال 49. جهت بررسی متغیرهای زمان، مکان و شخص، یعنی سن و جنس و مذهب و قد و وزن و رنگ پوست و امثال اینها، در مراجعین به درمانگاه های اورژانس چه نوع مطالعه ای را انجام میدیم؟ توصیفی مقطعی. خوبه، اینم جا افتاد برای شما. اینم توصیفی مقطعیه. توصیفی مقطعی. باز گفتم اگه قرار باشه ببینیم همبستگی هم بین خود این متغیرها وجود داره یا نه، که قطعا این کار رو هم خواهیم کرد، اون موقع میگیم correlational descriptive study، توصیفی همبستگی. سوال 50. به منظور بررسی علت وقوع طغیان گاستروانتریت در هیئت پزشکی کویتی اعزامی به عربستان سعودی چه نوع مطالعه‌ای را انجام میدی؟ علت رو میخواد بررسی کنه، مطالعه تحلیلی. خب این مطالعه تحلیلی حالا به صورت کوهورت باشه بهتره یا به صورت کیس کنترل؟ هیچ عجله نکنی. نگاه کنی به جمعیت مورد مطالعه. کیان؟ جمعیتش محدوده. هیئت پزشکی. نه محدود نگو. میگه هیئت پزشکی. اسم دارن دیگه. قاچاقی که نرفتن. که یه دفعه بگیم 1000 و خورده نفر. هیئت پزشکی. مخرج کس مشخصه. یه دیفاین پاپولیشنه. یه جمعیت تعریف شده از این هیئت پزشکی. پس بهترین نوع مطالعه‌ای که میتونیم انجام بدیم مطالعه کوهورته. مطالعه کوهورت. به منظور بررسی علت وقوع طغیان گاستروانتریت در هیئت پزشکی کویتی اعزامی به عربستان سعودی چه نوع مطالعه‌ای انجام میدیم؟ یک کوهورت گذشته نگر. اینم ریل کیسه، اینم اتفاق افتاده. در اون کتابی که در همین زمینه تألیف کردیم یه همچین ابزرواسیونی هم گنجوندیم با ذکر عدد و رقم و اینها. سوال 51. به منظور بررسی تأثیر تأمین آب سالم بر کنترل دراکونکولیازیس چه نوع مطالعه ای را انجام میدیم؟ دراکونکولیازیس همون کرم پویوک یا کرم مدینه هستش که تا قبل از پیروزی انقلاب در بعضی از مناطق جنوبی ایران وجود داشته، در مناطقی که از آب برکه ها استفاده میکردن. برکه ها هم حالا شاید یا فیلمش یا خودش دیده باشید در اون مناطق، در جاهایی که الان هم وجود داره. منتها در فصول بارندگی می اومدن این برکه ها رو پر آب می کردن تا اینکه در تابستون بتونن از این آبها خودشون و احشامشون استفاده بکنن و این آبها آلوده می شد به لارو انگلی به اسم دراکونکولوس مدینانسیس که گاهی بیش از 1 متر بود این انگل و زیر پوست به تدریج به حرکت در می اومد تا از ناحیه قوزک پاها خارج بشه و لارو گذاری بکنه. و جالب بود که وقتی اینها شلوارشون رو بالا می زدن که وارد چنین برکه هایی بشن و مثلا آبی به سر صورتشون بزنن یا مشک آبی رو پر بکنن یا ظرف آبی رو پر بکنند، این انگل ها تحریک می شدن و شروع به ریزش لارو می کردن در چنین برکه هایی. از طرفی در چنین برکه هایی موجودات سخت پوست بسیار ریزی وجود داشت به اسم سیکلوپس. این لارف ها در بدن سیکلوپس ها قرار می گرفتن و همراه با اون آب آشامیدنی وارد بدن افرادی می شدن که تا به حال دچار این بیماری نشده بودن و نهایتا این دراکونکولیازیس ایجاد می شد. حالا این سوال بر اون اساس طراحی شده، به منظور بررسی تأثیر تأمین آب سالم، یعنی یا آب تصفیه شده یا آبی که از صافی عبور کرده یا آب جوشیده. حالا صحبت از تأمین آب سالم هست، اون جوشاندن و اینا که خب یک مسئله خانوادگی و فردیه. حالا فرض کنید آب لوله کشی، آب تصفیه شده. به منظور بررسی تأثیر تأمین آب سالم بر کنترل دراکونکولیازیس چه نوع مطالعه‌ای را میتونیم انجام بدیم؟ گفتیم تا کی این بیماری در اونجا وجود داشته؟ تا قبل از انقلاب به فراوانی وجود داشته. یکی از اقداماتی که مردمی که میرفتن داوطلبانه وارد جهاد سازندگی میشدن، یکی از اقدامات خوبی که انجام دادن جاده سازی بود در بین روستاهایی که جاده های مناسبی نداشت، فقط مال رو بود. یکی از اقدامات خوب دیگرشون آبرسانی بود به همچین روستاهایی که از برکه ها استفاده میکردن.
یک مسافت طولانی را لوله کشی میکردند از جایی که آب آشامیدنی وجود داره به داخل بعضی از روستاهایی که از چنین آبهایی استفاده میکردند. بلافاصله بعد از انقلاب دیده شد که دیگه با مورد جدیدی از دراکونکولیازیس در چنین مناطقی مواجه نشدند. حالا این را اگر بخوایم با عدد و رقم ما محاسبه بکنیم و ببینیم که چه مطالعه‌ای را باید طراحی کنیم، میشه مطالعه کوهورت، منتها مطالعه کوهورت گذشته نگر، منتها یه نوع به خصوصی از مطالعه کوهورت که بخشی از اون در گذشته انجام شده، بخشیش را الان داریم مشاهده میکنیم یا داره انجام میشه. به این نوع کوهورت ها میگن هیستوریکال کوهورت، کوهورت تاریخی. حالا روی این دقت کنید خواهید دید در یه مطالعه کوهورت تاریخی میشه چنین مطالعه را انجام داد. خوب شد این جواب ندادی که مثلا میایم به یه عده‌ای از آب این برکه ها میدیم، مثلا به و یه عده‌ای هم آب تصفیه شده این برکه ها رو میدیم، ببینیم که اونهایی که از آب آلوده استفاده کردن در چند درصد موارد مثلا مبتلا میشن. این غلط ترین جواب بود اگر یه جواب خودمون، یعنی از نظر اخلاق در پژوهش اصلا اجازه چنین مطالعه ای را ما نمیتونستیم داشته باشیم. پس مطالعه مداخله گرانه‌ای نمیشه انجام داد، ولی اینی که ما اومدیم و آب سالمی رو در اختیار مردم قرار دادیم با زمانی که خودشون آب ناسالمی استفاده میکرده اند را میتونیم مقایسه بکنیم. مثال دیگه ای که من میتونم خدمتون بزنم بیماری CCHF هست، کنگو کریمین هموراجیک فیور، تب خونریز دهنده ای که حالا در خیلی از جاهای ایران وجود داره. وقتی برای اولین بار در شهر کرد و سیستان بلوچستان و بعدش در جاهای دیگه ایران دیده شد، دوستان بررسی کردن دیدن که در هیچ جای دنیا هیچ دارویی برای این بیماری معرفی نشده. از طرف دیگه نگاه کردن دیدن که در بعضی از تبهای خونریزی دهنده دیگه که هیچ ارتباطی به این نوع تب خونریزی دهنده نداره، که از طریق کنه معمولا انتقال پیدا میکنه و در حیوانات هم ممکنه بدون علامت باشه، دیدن که در اون بیماری ها در اون تبهای خونریزی دهنده از یک داروی به اسم ریباویرین که در هپاتیت های مزمن هم استفاده میشه استفاده کردند و مفید واقع شده. از اون لحظه ای که این مطالعات رو مرور میکنن میان و در بیمارانی که دچار CCHF بودن و در بیمارستان بستری بودن ریباویرین را تجویز میکنن و به نظرشون میرسه که مرگ و میر قدری کاهش پیدا میکنه. خب میخواستن ببینن که حالا این اقدامی که انجام دادن در قالب چه مطالعه ای میگنجه. با آقای دکتر ندیم پدر اپیدمیولوژی ایران صحبت میکنن، ایشون میفرمان که این ساده ترین مطالعه است، این یک کوهورت تاریخی خود به خود بدون اینکه خود شما بخواید. یک زمانی این بیماران رو بستری میکرده اید و ریباویرین نمیداده اید در یک مقطعی از تاریخ تا چند سال قبل. در حال حاضر بیمارانی رو که بستری میکنید ریباویرین میدید. اون زمان گذشته را بچسبونید به زمان حال و بعد بگید یه عده‌ای دارو دریافت نکردن، اینقدر درصدشون تلف شدن، یه عده‌ای دارو دریافت کردن، اینقدر درصدشون تلف شدن. منفی کاذب و مثبت کاذب و اینها را پیدا بکنید، اصلا در فرمول قرار بدید. این میشه یک کوهورت گذشته نگر. این را انجام دادن. شما اگر مراجعه بکنید به این مقاله که به این سادگی تونستن مطالعه را انجام بدن و مقاله شما آماده کنن، خواهید دید که الان در هر جای دنیا که روی موضوع بررسی میشه ریفر میکنن به این مقاله. یعنی گاهی به این سادگی میشه آدم دسترسی پیدا بکنه به یه سری اطلاعاتی که هرگز شاید کسی بهش فکر نکرده باشه و بعضی از مطالعات انجام بده. پس به منظور بررسی تأثیر تأمین آب سالم بر کنترل دراکونکولیازیس ما از یک هیستوریکال کوهورت میتونیم استفاده بکنیم. ما اجازه نداریم یه مطالعه آینده نگر یا مداخله ای انجام بدیم، به یه عده آبی که ناسالمه بدیم، به یه عده ندیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اخلاق در پژوهش به ما اجازه نمیده. حالا چرا من CCHF رو مثال زدم؟ تا زمانی که نمیدونستن ریباویرین میتونه اثرگذار باشه روی این بیماری، در اون لحظات اول چه بسا مجاز بودن به یه عده ریباویرین بدن به یه عده عمدن ندن، چون هیچ کس اثبات نکرده بوده این دارو مؤثر واقع میشه و بعد متوجه بشن نه اونایی که دارو میگیرن مرگ و میر درشون کم داره.
ولی از اون لحظه به بعد که این مسئله اثبات شد، دیگه حق ندارن چنین مطالعه ای را یا مشابه اون را تکرار کنن، چون اثبات شده اگر به بیماران دارو ندهیم مرگ و میرشون میره بالاتر. درسته؟ خب، بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی در زندان مرکزی کرمانشاه که چکیده اون زیدن ذکر شده، چه نوع مطالعه‌ایه؟ در این چکیده اومدیم گفتیم 808 تا بیمار بودن، این تعداد این بیماری رو داشتن، اون تعداد اون یکی بیماری رو داشتن، اینقدر مرگ و میر داشته. توصیف کرده ایم اون چه که در طی اون سالها اتفاق افتاده بوده و پرونده هاشون موجود بوده. بنابراین میشه یه نوع مطالعه توصیفی مقطعی. و سلام، از حسن توجهتون سپاسگزارم. از خانم مهندس فردا هم که دستیار من شدند و باعث شدند که یک کمی متفاوت باشه با اون چیزی که آدم به تنهایی ارائه میده، از ایشون هم سپاسگزارم.